18 خرداد ماه 1397 خورشیدی و 8 ژوئن 2018 میلادی. امشب در صفحه آخر می‌پردازیم به فهرست 20 نفره وکلای دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضاییه. اینم یه صیغه تو جمهوری اسلامی. چند تا از این وکلا رو معرفی می‌کنیم تا ببینیم چه کسایی رو قوه قضاییه می‌خواد به عنوان وکیل از حقوق متهم سیاسی دفاع کنن. پرده آخرم آخر برنامه خواهیم داشت. قبل از تقدیمی اجازه بدین که دو نکته رو بگم. یکی این که استثناءً جمعه آینده 25 خرداد بنده در خدمتتون نخواهم بود، در سفرم. برنامه صفحه آخر البته خواهد بود با تکرار یکی از برنامه‌های قبلی که شاید ندیده باشین، یا اگر دیده باشین شاید به ارزش دوباره دیدنش داشته باشه. نکته دوم، ایمیل رفیق عزیزی است از تهران که بذارین براتون بخونم. نوشته خیلی از آمارها هستند که فقط عدد و رقم نیست، بلکه کلی تحلیل پشتشه. مثلا وقتی رئیس قوه قضاییه میگه 16 میلیون پرونده باز تو دادگستری داریم، با احتساب هر پرونده دو نفر میشه 32 میلیون. حالا از جمعیت 80 میلیونی ایران بیش از 40 میلیون بچه و نوجوان و پیرای از کار افتاده رو بذار کنار، بعد با در نظر داشته این که اکثر پرونده ها یک شاکی و چند متهم و یا چند شاکی و یک متهم دارد، به این نتیجه ساده میرسیم که همه ملت با هم درگیرن. تو آخرین برنامه صفحه آخرت گفتی نرخ بیکاری در ایران 20%، یعنی از هر 5 نفر یک بیکاره، در حالی که سهو حساب داری داداش. یعنی طبق محاسبه بالا 40 میلیون بچه و نوجوان و سال خورده رو که بذاری کنار، باید جمعیت رو روی 40 میلیون حساب کنی که میشه از هر دو نفر یکی بیکاره. البته باز عملا اینجوری نیست. مثلا تو خانواده 4 نفری خودم، یعنی من و عروسم و 2 تا پسرم، فقط یکیمون شاغله. تو اکثر خانواده های 4-5 نفری دوروبرم، از فامیل و همسایه بگیر تا دوستان و آشنایان، فقط یکی شاغله. من نمیدونم این آمار 20% بیکار رو چجوری حساب میکنن. با یه نگاه به دور و برم به خوبی میبینم که 20% شاغلن و ما بقی علاف. تقدیمی به علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی. من رانده کامل بنشری هستم با تحصیلات دانشگاهی، مثل اکثر دوستایی که به کار رانندگی مشغولم. اعتصاب کردیم. من راننده یه ماشین بنز 1338 هستم، مدل 38 1957 میلادیه، بالای 50 سال داره کار میکنه. خیلی از ماها راننده های ماشین های مدل پایین هستیم و داریم زجر میکشیم. اخیراً به ما یه نامه دادن که بعد از عید کارت هوشمند ماشین و کارت سوختش رو می‌سوزونیم و شما مجبورین باید بیاین. از ما دعوت کردن که بریم ماشین صفر بگیریم. ماشین صفرشون چی است؟ ماشینایی هست که بالای 400-500 میلیون تومانه. ماشینایی که در خارج اصلا قیمتشون خیلی کمتره. به 50 میلیون تومان، 40 میلیون تومان، 50 میلیون تومان پول خودمون نمیشه. عوارضای گمرکی خیلی سخت و سنگین روشون بستن، به نوعی که زور ما به خریدنشون نمیرسه. منت گذاشتن که به ما وام میدن. وام 320 تومان میدن. 320 میلیون تومان به ما وام میدن. 9% 5 ساله. میکنه به عبارتی ماهی 7 تومان، 8 تومان شما بخوای یه ماشین استاندارد بخری که بتونی 5 سال باش کار کنی، اقساط خودشو بریزی حساب. حالا با این وضعیت ما داریم زندگی میکنیم، به خرج یومیه خودمون نمیرسیم. لوازم یدکی افتضاح وارد بازار کردن که شما امروز تعمیر موتور میکنی، فرداش ماشین دوباره مشکل پیدا میکنه. بنده دمه 15 میلیون تومان نزول گرفتم ماشینمو تعمیر کردم. 15 میلیون تومان با کدوم درآمد؟ با درآمد 350 تومان 400 تومان که همش خزینه ماشین میشه. یه روغن عوض کردن 150-200 هزار تومان، روغن معمولی بخوای عوض کنی 150 تومان میشه. وارد بازار کار میشی با کدوم کارخونه؟ مگه همه کارخونه‌هایی که روزانه یومیه مثلا چند تا کامیون بارگیری میکردن، مگه همه رو گذاشتیم؟ مگه همه نابود نشدن؟ مگه همه بسته نشدن؟ با
با وجود تحریما کدوم کشتی میاد بندر کناره گیری بکنه، بارگیری بشه که ماشینا برن بارگیری بکنن. ما از سر و کله هم دیگه بالا میریم، بار هم دیگه رو میدزدیم و هم دیگه ظلم میکنیم تا بتونیم یه قرون در بیاریم بزن بچه‌مون بدیم. و همیشه تمام زن و بچه ما تو دلهوره و شرایط اقتصادیشون هم افتضاحه. نمیدونم نه روز ده روز ما همجوری نشستیم با ماهی دو تومن سه تومن اقساطی که من لاستیک خریدم 3200 برای یه ماشین فکستانی مدل پایین، هنوز 5-6 ماه نگذشته، لاستیک خراب شده، گارانتی شاملش نمیشه، قانونی وجود نداره، هر جا میری که فلان شده بیسان شده شامل گارانتی نمیشه، یا برو شکایت کن آقا من باید برم یک ماه شکایت کنم. الان رفتیم لاستیک بگیریم، لاستیک 900 تومن 1 تومن گرم اصلا وجود نداره. هممون دچار نقص عضو، گوشا سنگین میشه، کلیه، کبد، نمیدونم مفاصل، همه بین رفته تو این کار سخت، حتی شامل سختی کارم نکردیم. ما رو با این شرایط با این قیمت ها چجوری میخوایم ما زندگی کنیم؟ این صرف ماه، فردا صنفای دیگه هم میان، فردا صنفای دیگه میان روی کار. آقا ملتتون رو دریابین، ما تو گرفتاری هستیم، تو گرفتاری، تو مشکلاتیم، به تعهدات مالیمون نمیتونیم، پاسخگوی تعهدات مالیمون نیستیم. بانک ها هستن، آب، برق، تلفن، گاز، کرایه خونه است، هزار کوفت و زهرمار دیگه است. آقا گران شده همه چی تو این مملکت، گران شده. فقط قیمت و قدر و منزلت انسانی که هیچ ارزشی نداره و توی تمام اینا راننده است که بی ارزش ترین فرده. طرح اصلاح قانون کیفری سال 92 رفت مجلس، تصویب شد، رفت شورای نگهبان، رد شد، بعد برگشت مجلس، دوباره مجلسی ها طرحی نوشتن که با تغییراتی توی شورای نگهبان تصویب شد سال 94. بحث اصلی سر تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری بود، هنوزم هست. در تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری آمده است: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته شامل جرائم سیاسی یا امنیتی، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضایی باشند انتخاب می کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضایی اعلام می گردد. حالا رئیس قوه قضاییه اعلام کرده که فقط 20 تا وکیل رو به رسمیت میشناسه. اسامی این 20 نفر هم اعلام کرده که معروف شده به فهرست 20 نفره. چند تا وکیل دادگستری داریم؟ فقط تعداد اعضای کانون وکلای دادگستری حدود 20,000 نفر. وکلایی هم هستن که عضو کانون وکلا نیستن و به عنوان مشاوران قوه قضاییه شناخته میشن. 20 نفر از کل اینا مورد تایید رئیس قوه قضاییه است. چقدر پرونده قضایی داریم؟ بذارین یه آماری بدم من از کل این ماجرا. این آمار مال سال 95 که میدونید امسال به دلیل اعتراضات عمومی دی 96 و از اون موقع تا حالا بسیار بیش از این آماریه که براتون میخونم. محمود عباسی معاون وزیر دادگستری خبر از وجود 20 میلیون پرونده قضایی داد. الهام امینزاده معاون حقوقی رئیس جمهور گفت همکنون 17 میلیون پرونده قضایی در دستگاه قضا انباشت شده و 8 میلیون پرونده نیز در چند مدت اخیر برای رسیدگی به دستگاه قضا وارد شده است. آیت الله آملی لاریجانی گفت 17 میلیون پرونده انباشته شده در دستگاه قضا واقعیت ندارد. این درست است که سالانه حدود 13 میلیون پرونده در دستگاه قضایی آمار می شود. خب ما همین 13 میلیون رو می گیریم که رئیس محترم قوه قضایی فرمودن 13 میلیون پرونده هر سال. چقدر زندانی داریم؟ اسقر جهانگیر رئیس سازمان زندانهای کشور با ارائه آماری از میزان زندانیان کشور تأکید کرد سال 93 حدود 600,000 نفر زندانی در زندانها محبوس بودند که در سال 94 این رقم به 450,000 نفر کاهش یافت. ظرفیت زندان‌های کشور در حال حاضر 85,000 نفر است و هم اکنون بیش از 220,000 نفر در زندان‌ها محبوس هستند که این تعداد نزدیک 3 برابر ظرفیت استاندارد است. چند تا قاضی داریم؟
تعداد قضات و کارآموزان قضایی 12638 نفر. تعداد وکلای فعال در کانونهای دادگستری 31000 نفر است. ببینین اینا آماری است که مسئولان جمهوری اسلامی دادن، وگرنه آمار وکلا تا 60000 نفر هم نوشته شد. اما باز همین 31000 نفر رو بگیریم آمار وکلا. از این 31000 نفر 31000 نفر فقط 20 تا تک نفر رو قوه قضاییه به رسمیت شناخته، رئیس محترم قوه قضاییه. یعنی غیر از این 20 نفر همه وکلا خودشون رو تا حالا به قوه قضاییه تحمیل کردن، وگرنه اصلا نمیخواد اینا باشن. همین 20 تا رو قبول داره. محض اطلاعتون البته عرض کنم که همین 20 تا هم به گفته دکتر نعمت احمدی حقوقدان، دو تاشون گفتن بی خود اسم ما رو قوه قضاییه تو این فهرست گذاشته، ما هیچ پرونده ای رو با این سازوکار قبول نمی کنیم. حالا دو تاشون دکتر احمدی میگه، شاید چند تا دیگه توشون باشن. بذارین من یه چند خط از مصاحبه دکتر نعمت احمدی رو با امتداد براتون بخونم. میگه معنی این لیست، این لیست 20 نفره، این است که به وکلا اعتماد ندارند، اصل امانتداری وکیل را نادیده گرفتند، در حالی که تنها صفت وکیل که مورد وثوق همه قرار دارد امین بودن است. اصلا این عدد 20 از کجا آمده؟ با چه معیاری این 20 نفر انتخاب شدند؟ اگر آنها نخواستند پرونده ای را قبول کنند، تکلیف متهم چیست؟ همین الان آقایانی از جمله دکتر مالکی و دکتر سید کاظم حسینی گفتند که در این لیست، از این که در این لیست نامشان قرار گرفته بیخبرند و پرونده ای را قبول نخواهند کرد. حالا این 20 نفر کیا هستند؟ این 20 تا اسم. 10 نفرشون مال کانون وکلای مرکزن، 9 نفرشون مال مرکز مشاوران قوه قضاییه، 1 نفرم از کانون وکلای مازندران. اسامی افراد کانون مرکز. آقایان، خانم که اصلا وجود نداره تو این وکلا. وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه. آقایان: رضا جعفری، جلیل مالکی، محمد عزیز نژاد، محرم علی بیگدلی، هادی جودوی خراسانی، امیدوارم درست خونده باشم، سید کاظم حسینی، کریم بخنوه، اسماعیل سلوکی، مجتبی پناهی و جعفر پور بدخشان. بذارید من چند تا از اینا رو محض مشت نمونه خروار معرفی کنم که بدونیم به اصطلاح وکلای مرتعید قوه قضاییه کیان. همین آقای جعفر پور بدخشان رو ببینیم یه بار دیگه. ایشون درس آخوندی خونده، پایان نامش رو با عنوان تعرض به سند و نحوه رسیدگی به آن در حقوق ایران از حوزه علمیه گرفته. دیماه 96 هم شده مشاور علیرضا آوایی وزیر دادگستری، یعنی متعهد به دولت. در نظر بگیرین دیگه، دونه دونه میگم که هر کدوم اینایی که دارم میگم متعهد به چی هستم و اینا میخوام متهمی که مثلا دولت علیهش شکایت کرده دفاع بکنن. خب یکی دیگه، مجتبی پناهی، رئیس کانون بسیج حقوقدانان، تو انتخابات سال 96 هم تو سر و کلهش میزد واسه رئیس جمهور شدن ابراهیم رئیسی. بسیجی اغلب این به اصطلاح وکلا یه جوری به ایدئولوژی حکومت وصلن، اگه در جنایت مستقیم دست نداشته باشن مثل معاونای سابق مرتضوی که اسمشون تو همین فهرست وکلا هست، خواهم گفت، یا عضو بسیجن اینا یا عضو مراکز دیگه حکومتی مثل جمعیت ایثارگران، این چیزایی که در آوردن. نمونش اسماعیل سلوکی که اسمشو خوندم تو همین لیست، هم عضو کانون وکلای مرکز هم عضو جمعیت وکلای ایثارگر، مثل جعفر پور بدخشان که هم مشاور وزیره، یعنی از منافع دولت دفاع میکنه، هم عضو کانون وکلای مرکز، یا مثل مجتبی پناهی که هم عضو کانون وکلای مرکز هم رئیس کانون بسیج حقوقدانان. یکی دیگه از این 10 نفر از کانون وکلای مرکز، رضا جعفری، ایشون معاون مرتضوی دادستان تهران بود زمانی که مرتضوی دادستان تهران بود و اولین سرپرست دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم رایانه‌ای و فناوری ارتباطات. پیش از این باز سابقه‌اش دادستان عمومی انقلاب اردبیل، سرپرست بازرسی دادگستری استان اردبیل،
به مدت 70 ماه از دادسرای انتظامی قضات به عنوان مأمور به خدمت در دادسرای عمومی انقلاب تهران. مورد تحریم اتحادیه اروپا است این حاج آقا جعفری، قاضی سابق و وکیل امروز. تحریم شده به دلیل دست داشتن در بازداشت و بازجویی از وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران بعد از انتخابات سال 88. ببینین، پیمان حاج محمود عطار، وکیل خانواده کشته شدگان کهریزک در اون جریان دادگاه مرتضوی، بعد از یکی از دادگاه‌های رسیدگی به پرونده کهریزک گفت به خبرنگارا، گفت در دادگاه به همراه آقای مرتضوی وکیل مدافعش جناب رضا جعفری نیز حضور داشت. آقای رضا جعفری پیش از آن که به کسوت شریف وکالت بیایند، قاضی دادگستری و آخرین پست سازمانی ایشان معاونت آقای مرتضوی به عنوان معاون دادستان تهران و سرپرست دادسرای ویژه جرائم کارکنان دولت بود. این آقای جعفری همان کسی بود که قرار بازداشت موقت من وکیل را در سلول انفرادی تایید کرده بود و من از اون نیز شکایت کرده بودم، ولی با شگفتی تمام دیدم که قرار منع تعقیب وی صادر شده و با اخذ منع تعقیب موفق به دریافت پروانه وکالت از کانون وکلای تهران شده بود و چون هیچ وکیلی وکالت مرتضوی را نمیپذیرفت، آقای جعفری یعنی معاون سابق مرتضوی وکیل مرتضوی شد. این هم جزو وکلای مورد تایید رئیس قوه قضاییه. این حاج رضا جعفری یکی دیگه از معاونا و نماینده های مرتضوی، اونم تو همین لیست هست، تو همین لیست مورد وثوق و تایید رئیس قوه قضاییه، آقای عبدالرضا محبتی، تنها وکیلی که از کانون وکلای مازندران توی این لیست 20 نفره هست. عبدالرضا محبتی نماینده دادستان در سال 88 بوده، نماینده مرتضوی، یعنی نماینده سعید مرتضوی، خوشنامترین دادستان تاریخ قضایی ایران، اونم سال 88، اونم با اون جنایت‌های مثال زدنی دستگاه قضایی و دادستان تهران تیمش توی سال 88. اینا شدن رو هم 11 تا وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه. ببینین اگه آدم اینا رو فاش نکنه، من نمیدونم بگم به ریش ملت میخندن. آی رئیس قوه قضاییه با اون خنده هاش، آقای شیخ صادق، یا نمیدونم چی فکر میکنن که اینا رو به عنوان وکلای مورد وثوق برای دفاع از متهمان سیاسی و به قول خودشون امنیتی معرفی کردن، که فقط اینا. 9 تا دیگه از مرکز مشاوران قوه قضاییه تو این لیست 20 نفره. کیان؟ محمد ساعدی، علی رحیمی ایشکا، حسین مهدوی، حسین محبیان، محمد نظری، محمد رضا طاهری، عباس قاسمیان، عباس حسینی، حسن تردست. همین حسن تردست رو برای نمونه ببینید از کجا اومده. اینم قاضی بوده، قاضی ویژه قتل. خودش میگه 1000 تا پرونده رو من دیدم و 20% به براءت منجر شده. خب یعنی چی؟ یعنی 800 تا آدم رو این محکوم کرده به قصاص. اگه یادتون باشه تو دادگاه های رسیدگی به پرونده ریحانه جباری، این حسن تردست بود که به هیچ صراطی مستقیم نبود، گرچه دفاعیات متهم و مردم و در حمایت از متهم شنید، بی دغدغه حکم قصاص برای ریحانه جباری صادر کرد. میدونید دیگه، ریحانه جباری دختر جوونی بود که در تیر ماه سال 86، 19 سالش بود، به جرم قتل مرتضی عبدالعلی سربندی 47 ساله بازداشت شد، محاکمه شد، حکم اعدامش به جرم قتل عمد در 3 آبان 93 اجرا شد. ریحانه جباری اتهام قتل غیر عمد رو در دادگاه پذیرفت و دلیل اون رو نتیجه دفاع از خود در برابر تجاوز جنسی سربندی اعلام کرد. خیلی سر صدا کرد قضیه. قاضی که حکم اعدام این آدمو، این ریحانه جباری رو صادر کرد، بدون آزمون وکالت شد وکیل دادگستری. اسمش هم توی فهرست وکلای مورد تأیید و وثوق رئیس محترم قوه قضایی است. چرا که نباشه؟ همینان که قوه قضایی رو میگردونن و قوه قضایی تأیید و رئیس قوه قضایی تأییدشون میکنه. یکی از
وکلای دادگستری و از حقوقدانان سرشناسی که تو این فهرست رئیس قوه قضاییه به طور طبیعی نیست، دکتر قاسم شعله سعدی است. نظر ایشونو بشنوید. مشکل اساسی ما در این فهرست 20 نفره وکلا که اعلام شده برای دفاع از متهمین پرونده های امنیتی، مشکل اصلیش قانون هست. ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفته که در تحقیقات اولیه مربوط به این متهمین از وکلایی میشه استفاده کرد که مورد تایید رئیس قوه قضاییه باشه. من متاسفم از این مجلس فعلی که مجلس لیست امید و اصلاح طلبا هست، اکثریت قریب به اتفاقشون، اما راجع به یک اینطور مسئله بی تفاوت هستن و این قانون رو اصلاح نمی کنن. من از آقای دکتر صادقی که زحمت می کشن در بین نمایندگان و این مجلس گویا فقط یک نماینده یا دو تا بیشتر نداده که به مسائل مردم توجه می کنه، که در رأسش همین آقای صادقی همکار عزیز من هست، توجه ایشون رو جلب می کنم که آقا یه طرفی بدید مجلس و این مسئله رو حل بکنید. تا اون قانون اصلاح نشه، بالاخره رئیس قوه قضاییه اومده 20 نفر رو تعیید کرده که ما طبق قانون اساسی اصولا نباید دادگاه های اختصاصی داشته باشیم. الان اومدن علاوه بر دادگاه های اختصاصی که خب دادگاه انقلاب داره به این مسائل رسیدگی میکنه، در واقع وکلای اختصاصی هم اضافه کردن که در و تخته با هم جور باشه. چرا وکلای مستقل حالا غیر از این 20 نفر؟ نمیدونم، شاید منصفانم نباشه آدم بگه غیر از این 20 نفر، چون دوتاشون یعنی با گفتن این که با نقل از اون دو نفری که گفتن آقا جون ما پرونده ای را قبول نمی کنیم، بسا همه شون رئیس قوه قضاییه را قبول نداشته باشن یا لااقل این کارش را قبول نداشته باشن. به هر حال چرا وکلا 31,000 وکیل، حدود 20,000 وکیل عضو کانون وکلا، چرا اعتراض نمی کنن؟ از سال 92 که این قانون تبصرش مطرح بوده تا امروز، یه چند تا نامه فقط از هیئت مدیره کانون وکلای مرکز رفته به رئیس قوه قضاییه و رئیس جمهور منتشر هم شده، یه دو سه تا مصاحبه هم بوده از وکلای تک در واقع. همین 30,000 تا وکیل فعال طبق آمار قوه قضاییه، چرا اعتراض نمی کنن؟ این 20 نفری که اعلام شده در واقع هم توهین هست به خیلی عظیم وکلا. من انتظار داشتم که وکلای دادگستری واکنش نشون بدن و اجازه ندن که اینجوری مورد در واقع تحقیر و توهین مقامات قضایی قرار بگیرن، ولی متاسفانه من کار مهمی ندیدم از همکاران عزیزم در ایران. اگر که وکلای ما با وکلای اروپا و امریکا نشه قیاسشون کرد، لااقل با وکلای همسایگانمون که میشه اینا رو قیاس کرد. اگر یادمون نرفته باشه وکلای پاکستان در مقابل آقای پرویز مشرف که فرد مقتدری بود، اقتدار ایشون به قدری بود که در خارج از کشور که برای یک ماموریتی رفته بود، رئیس کشور ایشون رو برکنار کرد که اون موقع رئیس ستاد مشترک ارتش پاکستان بود، انقدر قدرت داشت که برگشت اومد تو پاکستان و کودتا کرد و دولت رو ساقط کرد. وکلای دادگستری این آقایی که انقدر اقتدار داشت رو نهایتا برکنار کردن. متاسفانه وکلای ما نمیدونم چرا انقدر به انفعال افتادن و حتی از حقوق صنفی خودشون نمیخوان دفاع بکنن. به هر حال این لیستی که ارائه شده هم توهین به همه وکلا هست و هم تضییع کننده حقوق متهمین هست، برای که در امور امنیتی و سیاسی طرف دعوا اصلا دولت هست. خب بازجوها و نیروهایی که گزارش تهیه میکنن که عوامل دولت هستن، حالا یا سپاه هست یا اطلاعات هست یا نیرو انتظامی، همه اینا دولتی هست. مدعی هم که دادستان هست، یعنی دولت در واقع، قاضی هم که منصوب دولت هست، منظورم دولت یعنی حکومت در اینجا، خب همش دست اوناست. و اگر یک وکیل مستقلی
از این افراد دفاع نکنه، به احتمال بسیار زیاد عدالت به هر حال ضایع خواهد شد و حقوق این متهمین از بین خواهد رفت. لذا من مجلس رو دعوت میکنم که با فوریت، با دو فوریت، سه فوریت این ماده 48 آیین دادرسی کیفری رو اصلاح کنه و تبصره اون رو و این بهانه رو از قوه قضاییه هم بگیره. چرا تاکید اینقدر روی مجلسه؟ یعنی راه حل دست مجلس. سال 92 که این طرح تو مجلس مطرح شد، اولشون چیزی که مجلس تصویب کرد عکس این بود، یعنی ضرورت وکیل گرفتن هر بازداشت شده ای بود در ظرف 24 ساعت. یعنی این بود که 24 ساعت فقط میتونن نگرش دارن و بلافاصله باید طرف بتونه با وکیل تماس بگیره. مصوبه رو شورای نگهبان رد کرد. تا سال 94 این رفت و آمد به مجلس شورای نگهبان، آخرش این چیزی که جلوی ماست، این طرحی که من خوندم اول برنامه، در واقع انشای شورای نگهبان. مجلس چیکار میتونه بکنه؟ شورای نگهبان قانونگذار که نیست که، مجلس زیر بار این درخواست‌های غیرقانونی شورای نگهبان که نباید بره. حتی اگر که مشکلی هم پیش بیاد، مجمع تشخیص مصلحت، یعنی شورای نگهبان نمیتونه تحکم کنه به مجلس که چه قانونی وضع بکن. اگر اختلاف نظری هم باشه، خب ارجاع میشه به مجمع تشخیص مصلحت نظام در این موارد. لذا اینکه بگوییم مجلس زیر بار شورای نگهبان رفته، اصلا عذر بدتر از گناه است. ببینید، ما داریم اصول خیلی مترقی در قانون اساسی هم داریم. مثلا اصل 9 قانون اساسی از شاهکارها هست، میگه هیچ کس نمیتونه که حتی به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور هم ولو از طریق وضع قانون آزادی های مشروع مردم رو سلب بکنه. یعنی از این بهتر که دیگه نمیشه که. اینکه بگیم حالا شورای نگهبان مجلس رو مکلف کرده که قانون خاصی رو وضع بکنه، این اصلا قابل قبول نیست. نمایندگان مجلس آزادی عمل دارن، منتها مشکلی که هست این است که در یک فرایند نظارت استصوابی، نمایندگانی که کمتر صلاحیت دارن، حالا من به لحاظ صلاحیت اخلاقیشون حرفی ندارم که آقای محمدزاده رحیمی گفت 170 تاشون رو خریده با ثمن بحث اون هم، ولی یک کسی مثل شعله‌سعدی که دو دور نماینده مجلس بوده، حتی حقوق ماهانش رو هم دریافت نکرده از مجلس، اون وقت این صلاحیت نداره. اینها به کنار، ولی به هر حال الان مجلس ما در واقع حتی به لحاظ تخصصی هم مجلس ضعیفی هست. ببینید الان در شرایط بحرانی کشور، این مجلس قادر نیست حتی یه راه حل سیاسی هم ارائه بده. راجع به همین برجام که الان فاجعه جدی شده برای کشور، می‌بینید که مجلس سکوت کرده و لذاب. ما یکی از مشکلات اساسیمون اینه که به خاطر اعمال نظارت استصوابی، در واقع مجلسمون یه مجلس خیلی ضعیف، ناکارآمد و در واقع تسلیم هست. اینا خیلی هاشون میترسن که الان بخوان موضع گیری بکنن، دفعه بعد مثلا صلاحیتشون تایید نشه. حالا خود دکتر قاسم شعله‌سعدی در اردیبهشت 97 ایشون دادگاهی شدن به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام. متن حکم رو اجازه بدین از خودشون بشنویم. پارسال همین روزها آقای حسن روحانی راجع به حصر آقای کروبی، آقای موسوی و خانم رهنورد صحبت کرد و رئیس قوه قضاییه بهش گفت تو چه کاره هستی اصلا؟ من یه نامه منتشر کردم، خطاب به رئیس قوه قضاییه گفتم آقایشون با این که طبق اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی و لاجرم مسئول دفاع از حقوق مصرح در قانون اساسی برای شهروندا هست، اما تو فرض کن هیچ کاره هست ولی میخواد کاری کنه ولی نمیتونه، اما شما که همه کاره هستی و شما که طبق قانون اساسی باید کاری بکنید و من 7 از اصول قانون اساسی رو ذکر کردم، از اصل 9، اصل 8 که مربوط به امر به معروف و نهی از منکر هست، اصول متعدد مثل 32، 34، 36 قانون اساسی که حقوق متهمین رو بیان میکنه،
و سوالای متعددی مطرح کردم که آقا شما رئیس یک قوه هستی که این وظایف رو داره، وظایف قوه قضاییه رو هم ذکر کردم و گفتم این متهمایی که در حس خانگی هستن ظاهرا تا کنون حقوقی داشتن که رعایت نشده. سوال کردم اصلا حس خانگی چه صیغه‌ای هست و در کدام قانون اصلا تعریف شده. به هر حال احضار کردن، پرونده از دادگاه برگشته بود دادسرا، من رو احضار کردن، تحقیقات انجام شد. به بازپرس گفتم آقا این کیفرخواست اصلا علیه قانون اساسی هست یا علیه من هست؟ من کمش اصول قانون اساسی رو گفتم که و قوانین خود شما رو که گفتم که، به جای که جواب بدید حالا اومدید علیه من هم طرح دعوا کردید. ببینین، حکمی که علیه دکتر قاسم شغل سعدی صادر شده بر مبنای نتیجه ایست که دادستان از نامه سرگشاده پارسال آقای شغل سعدی به رئیس قوه قضاییه گرفته. صفحه اول حکم نوشته فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران از طریق انتشار نامه سرگشاده خطاب به ریاست محترم قوه قضاییه در تاریخ 15 خرداد 96 که در پایگاه خبری ضد انقلاب فلان انتشار یافته است، مضمون نامه سرگشاده از سوی وی یعنی شغل سعدی این گونه بیان شده که تا کی دستگاه قضا باید تحت سلطه مقامات امنیتی باشد. آیا این رسم دفاع از استقلال قوه قضاییه است؟ یعنی این دو جمله‌ای که گفتم، این نتیجه گیری مضمون نامه سرگشاده است که میگه شده فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و بر مجازات. حالا همین استنادها به قانون، همین استنادها به قانون رو آقای قاضی معیار گرفته، ملاک گرفته برای صدور حکم. حکم چیه؟ گفته که 18 ماه حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت وکالت و 2 سال هم ممنوعیت در واقع عضویت در احزاب، گروه ها و دستیات سیاسی یا حتی اجتماعی. یعنی مثلا الان من اگه بخوام در یه NGO هم شرکت بکنم و مثلا در ماه رمضان که حالا هست مثلا 50 نفر رو دعوت کنم که افطار بدم، این هم میشه خلاف قانون، خلاف این حکم. یعنی واقعا فاجعه هست این نوع احکامی که صادر میکنن. نه استدلال قانونی هست، نه استدلال منطقی هست. اصلا این هر فرد غیر حقوقدان هم بخونه واقعا خندش میگیره. خب ما چیکار کنیم با این قوه قضاییه؟ تا وقت مصداقی هم که تعیین کردن چیه؟ عنوان کیفری فعالیت تبلیغی علیه نظام. یعنی اگر گفتی بالای چش آقای لاریجانی ابروس، این میشه تبلیغ علیه نظام. یعنی اونم که موقعی که آقای خامنه ای صراحتن اعلان کرده که نقد نظام هم مجاز هست، آزادی بیان کامل در این مملکت هست و از تشکیل کرسی های آزاداندیشی در دانشگاه ها خبر دادن، که البته من یه وقت دیگه هم یه نامه با خامنه ای نوشته بودم 16 سال پیش، 1.5 سال زندانم کردن، بعدم از دانشگاه اخراجم کردن. اینم ما معنی کرسی های آزاداندیشی رو در عمل راجب خودم که خیلی راحت من خلاصه تجربه کردم که میدونم معنیش چی هست. دکتر قاسم شغل سعدی، استاد اخراجی دانشگاه، وکیل دادگستری در تهران و حقوقدان، ما از این فرصت استفاده کردیم، به حکم ایشون هم پرداختیم که رئیس شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی که حکم علیه دکتر قاسم شغل سعدی صادر کرده به او هم اشاره بکنیم. داریم درباره رشد مبرانه 20 وکیل اساس سازوکار قوه قضاییه رو تو این برنامه با انگیزه پرداختن به اون فهرست 20 نفره مسئله انفعال وکلای دادگستری در برابر این اهانت به انبوه 20,000 نفر وکلای دادگستری و حکم علیه یکی از وکلای برجسته دادگستری دکتر قاسم شغل سعدی و بعد معرفی بعضی از این وکیلا که گفتم خدمتتون و حالا یکی دوتا از این قاضی آباری، اون قاضی که حکم به این دادگاه بدوی حکم دکتر شغل سعدی رو صادر کرده ماشاءالله احمدزاده است، قاضی احمدزاده، که باید منتظر شیم ببینیم که اینم بازنشسته میشه وکیل و میره تو لیست
محبوبان رئیس قوه قضاییه. برای اینکه ببینین قوه قضاییه در چه حد فاسده، یکی دیگه از قضات و منصبداران این دستگاه قضایی که بارها خواستم معرفیش کنم و فرصت نشده رو معرفی میکنم، رسول منوچهری نجف آبادی، متولد 1347 نجف آباد اصفهان، 19 ساله بود با همسر اولش زینب پیچان ازدواج کرد، موقعی که تو حوزه علمیه داشت درس طلبگی میخوند، یعنی آخونده، مراسم عمامه گذاری رو میگذرونه، به عنوان قاضی آخوند وارد دادگستری تهران میشه و هر جا میشسته و میشینه میگه من برادر سه شهیدم، که نمیدونم البته چقدر حقیقت داره، ولی شاید همین وسیله شده برای اینکه روابط نزدیکی با امنیتی ها و اطلاعاتی ها از اول داشته باشه، به عنوان قاضی روحانی برادر سه شهید. این جنگ و شهادت واقعا ببینیم که چه موجوداتی رو تربیت کرده. شما آخوند باشی، برادر سه شهید باشی، قاضی هم مثلا باشی، سازمان اطلاعات سپاه هم پشتت باشه و تو خبرچین سازمان اطلاعات سپاه در دستگاه قضایی باشی، به هیچی هم جز پول و موقعیت اعتقادی نداشته باشی، ببین ازت چی در میاد. یه مقداری درباره این قاضی منوچهری یه بار تو برنامه صفاقر صحبت کردیم، خیلی مختصر بود ولی نتیجهش این شد که همون چند جمله‌ای که مهمان برنامه آقای فرهاد سلمانپور زهیر از فعالان حقوق بشر در ایران درباره این قاضی تو برنامه گفت، باعث شد بازداشتش کنن، سه ماه شکنجه تو بندای 209 وزارت اطلاعات و 241 حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، آخرش یه جسم و جان لطمه خورده و دریافت حکم 18 سال زندان. یه سال پیش تو برنامه درباره قاضی منوچهری خیلی کوتاه صحبت شد، بذارین امشب دقیق و روشن براتون بگم گوشه ای از جنایت های این آدم. سال 1389 قاضی محمد امینی که همه میدونن به پاک دستی و استقلال رأی مشهور بود، یه پرونده کلاهبرداری کلون تو شعبه 1171 که مجتمع قضایی قدس تهران میرسه دستش، میره زیر دستش. متهم اصلی اون پرونده میره یکی رو پیدا کنه تا پرونده رو به نفع خودش بچرخونه، مثلا بدبختش نکنه. کیو پیدا میکنه؟ رسول منوچهری رو، قاضی یه شعبه دیگه از شعبات همون مجتمع قضایی قدس تهران. قاضی منوچهری 480 هزار تومن رشوه میگیره برای اینکه با قاضی امینی مثلا صحبت کنه و خلاصه کارسازی کنه پرونده رو. قاضی امینی هم که باجگیر نبود، رشوه‌گیر نبود، این کاره نبوده، هیچ وقت زیر بار نمیره. حجت الاسلام قاضی منوچهری رشوه‌خوار میره سراغ رئیس مجتمع قدس، سیاوش پورقاسمی نجف آبادی که همشهریش و پامنقلیش و از همه مهمتر سپاهیه. حاج سیاوش صاحب امتیاز مجله امید جوان هم هست که مال سپاه، رئیس مجتمع قضایی قدس. آقای رئیس مجتمع قدس پرونده رو میره از شعبه 1171 یعنی از قاضی امینی میگیره، اصلا پرونده رو میده به منوچهری، میگه بیا هر کاری میخوای باش بکن. وقتی این اتفاق میفته قاضی امینی موضوع رو اصلا میره به حفاظت اطلاعات کل قوه قضاییه گزارش میده و فکر میکنه اینا خبردار نمیشن، نگو که همه خبرچینا تو همن. منوچهری آدم داره تو این دستگاه حفاظتی و اطلاعاتی، گفتم که خبرچین اطلاعات سپاه تو دستگاه قضایی، الان هم سر کار، حالا دقیق میگم کجاست. خبردار میشه قاضی منوچهری که قاضی امینی پتش رو ریخته رو آب و گزارشش رو داده به حفاظت اطلاعات. میاد چیکار میکنه؟ به چند تا زندانی قاچاقچی مواد مخدر، جرمای سنگین داشتن، میگه شما برین مخفیانه جنس بذارین تو خونه قاضی امینی که با منم رفیق و من جور میکنم قضیه رو، به این شرط من آزادتون میکنم. بذارین از گزارش حفاظت اطلاعات قوه براتون فوری چند سطر بخونم. رسول منوچهری 5 تن از متهمان دیگر پرونده ها را به نام های 1
نقش‌علی محمدزاده، دو احمد محمدزاده، سه علی گنجی، سه مسعود علایی، پنج مژگان زارع زمانی را که دارای پرونده باز در شعبه منوچهری بوده و در آستانه محکومیت سنگین قرار داشتند در ازای همکاری با خود آزاد می کند، مشروط به این که در تهیه و جابجایی 4 کیلوگرم مواد روانگردان شیشه با منوچهری همکاری کنند. سپس آنها طبق سفارش قاضی منوچهری اقدام به تهیه و جاسازی 3 کیلو 900 گرم شیشه در قوطی‌های کنسرو ماهی می‌نمایند و قاضی منوچهری یک روز با قاضی امینی که گفتم اینا دوست هم بودن و قاضی امینی اصلا نمی‌دونسته که راپورتی که داده به حفاظت اطلاعات قوه قضاییه منوچهری خبردار شده، بهش رسوندن که آقا گزارشتو امینی داده و منوچهری یک روز با قاضی امینی تماس گرفته و به بهانه اینکه در راه مسافرت به نجف آباد خودروش خراب شده و میخواهد اقلام صندوق عقب ماشین خود را به صورت امانت نزد امینی بگذارد، کنسروهای ماهی حاوی مواد مخدر را برای امینی ارسال میکند. سپس با هماهنگی سازمان اطلاعات استان تهران که بهشون راپورت میده، یعنی خبرچینشونه، با هماهنگی سازمان اطلاعات استان تهران موجبات بازداشت قاضی امینی و کشف مواد مخدر یاد شده را در منزل او هموار می‌سازد، که البته بعد از امینی کلیه افراد همکاری کننده در موضوع نیز دستگیر می‌شوند و بجز آن که همگی به اعدام و حبس ابد محکوم می‌شوند، همون 5 تا که گفتم، در کلیه مراحل دادرسی پرونده به صراحت اعتراف می‌نمایند که نه تنها قاضی امینی نقشی در این باره نداشته و از موضوع بی اطلاع بوده است، در حقیقت طراح اصلی و دستور دهنده ماجرا قاضی رسول منوچهری بوده است. این گزارش حفاظت اطلاعات قوه قضاییه است. ولی قاضی امینی باید محکوم بشه. ببینین چه مافیاییه. قاضی امینی باید محکوم بشه و محکوم میشه. اردیبهشت 91 رأی دادگاه علیه قاضی امینی صادر میشه. با وجود اینکه تو انشاء و شرح رأی نوشته شده دلایل بیگناهی قاضی امینی، با این وجود قاضی حسن مدیر قمی رئیس شعبه 12 دادگاه انقلاب اسلامی تهران امینی رو محکوم میکنه. حکم رو ببینیم تا من یه تیکش رو براتون بخونم. بله، این حکمیست که قاضی شعبه 12 دادگاه انقلاب اسلامی تهران علیه قاضی امینی با پاپوشی که درست شد صادر میکنه. بله، میگه اقرار توی حکم اینا تو صفحه 2 حکم نوشته شده، میگه اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ردیف 2 نقش‌علی محمدزاده در وزارت اطلاعات که دقیقاً و با ذکر جزئیات نحوه و تحویل حدوداً 4 کیلوگرم مواد روانگردان شیشه به متهم ردیف 1 یعنی امینی، قاضی امینی را بیان کرده است. همچنین اقرار مقرون به واقع در دادسرا که با ذکر جزئیات نحوه تهیه و بسته‌بندی حدوداً 4 کیلوگرم شیشه مکشوفه و تحویل آن به متهم ردیف 1 به اتفاق برادرش را بیان کرده است و اقرار در دادگاه مبنی بر این که بنا به تقاضای آقای منوچهری قاضی مجتمع قدس و همکار آقای امینی که به وی گفته یک بسته از خانم مژگان ردیف متهم 6 تحویل بگیر و با آقای امینی بده، من این کار را کردم و بسته را با آقای امینی دادم. اینا جزء رأی دادگاه، بعد دادگاه رأی میده. متهم ردیف 1 محمد امینی در مورد نگهداری تریاک به پرداخت 5 میلیون ریال فلان 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 و در خصوص نگهداری شیشه به اعدام محکوم می شود. خب اعتراض میشه به رأی. آبان 91 دادستان وقت محسنی اژه‌ای بود پرونده رو پر از نقص اعلام میکنه، چون گزارش حفاظت اطلاعات قوه زیر دستش بود دیگه، پر از نقص اعلام میکنه پرونده رو و میگه باید دوباره همه چی از اول بررسی بشه. توجه کنین، این رأی محسنی اژه‌ای دادستان وقت میگه در خصوص محکوم علیه ردیف اول آقای محمد امینی، رأی صادره به لحاظ نقایص تحقیقاتی واجد اشکال قانونی بوده و قابل تایید نیست.
حسب محتویات پرونده تمامی مقدمات تهیه شیشه مکشوفه و تحویل آن به محمد امینی در اجرای پیشنهاد آقای رسول منوچهری همون قاضی برای قاچاق شیشه به کشور مالزی انجام شده که با هماهنگی و طراحی منوچهری صورت گرفته است. حال چنانچه علم و اطلاع محمد امینی از ماهیت موادی که داخل قوطی‌های کنسرو جاسازی و بسته‌بندی شده و داخل یک کارتون تحویل امینی شده احراز شود، مجازات قانونی فعل مجرمانه او به دلیل عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل کشور مشمول تبصره فلان خواهد بود که کیفران حبس ابد و مصادره اموال ناشی از همان جرم است و نه اعدام. لیکن اگر چنانچه با تحقیق از رسول منوچهری معلوم شود که اظهارات محمد امینی مبنی بر عدم اطلاع از وجود مواد صحیح بوده، اساس مجرمیت و محکومیت او نیز منتفی خواهد بود و میگه لذا باید برین قضیه رو دنبال کنین، از خود منوچهری تحقیقات بکنید، زیرا امینی حسب محتویات پرونده نه هماهنگ کننده و نه درخواست کننده مواد بوده، اینا مال اژه‌ای دارم میخونم، و نه قاچاق کننده یا به خارج از کشور، نه وجهی پرداخته و نه وجهی دریافت کرده و صرفاً به درخواست و بر اساس هماهنگی قاضی رسول منوچهری کارتون قوطی کنسرو های حاوی مواد مخدر را اخذ نموده تا تحویل منوچهری نماید، و لذا باید نقش واقعی منوچهری و نیز علم و اطلاعش با تحقیقات دقیق امینی و علم و اطلاعش با تحقیقات دقیق و مواجهه حضوری با قاضی منوچهری روشن شود و پس از انجام تحقیقات مقتضی رأی قانونی نسبت به وی صادر شود. این مال دادستان، پرونده میره شعبه 44 دیوان عالی که میگه رأی. ببینین این اینجوریه که میگم وقتی یکی رو بخوان بزنن اینجوری میزنن، میگه رأی رأی صادر قطعی بوده است، فرجام خواهی قابل طرح در دیوان عالی کشور نبوده، پرونده جهت سیر مراحل قانونی به دادگاه صادر کننده رأی اعاده شود. تموم شد رفت، بعد اجرا بشه. یه نکته رو اضافه کنم، سال 90 وقتی پرونده شکایت امینی از منوچهری، قاضی امینی از منوچهری که به وزارت اطلاعات قوه شکایت میکنه، شکایتش میره شعبه 14 دادسرای کارکنان دولت، بازپرس شعبه در تاریخ 7/4/1390 تقاضای تعلیق رسول منوچهری رو میکنه اصلا از کار قضاوت از دادسرای انتظامی قضات تا بعد مراحل بازداشت و محاکمه رسول منوچهری بتونه انجام بشه. ها الان آخرای اردیبهشت 97 ایم، 7 سال گذشته از درخواست قضایی تعلیق رسول منوچهری، خبری نشده. هیچ قاضی امینی رو همون سال 90 گرفتن انداختن زندان، اول با حکم اعدام بعد حبس ابد، الان هم تو بند 8 زندان اوینه. نکته اینجاست که این رسول منوچهری یکی از سرشناس‌ترین قضات فاسدی است که همه مسئولان دستگاه قضایی خوب میشناسنش. نمونه نظر اجرایی دادستان که الان سخنگوی قوه قضاییه است رو براتون خوندم دیگه، حالا اون یه نمونه فقط کافیه. بزنین آمار بدم که یک قاضی با رشوه به چه چیزایی میرسه، اصلا باورتون نمیشه. آپارتمان‌هاش تو شهرک غرب، من انقدر عصبانی شدم که کاغذامو ریختم به هم. این آمار رو من باید حتما براتون بخونم، حتی به قیمت اینکه نرسیم به خب. آفرین به بچه‌ها که گذاشتن روی اسکرین من بتونم بخونم. آپارتمان‌هاش تو شهرک غرب تهران، بولوار دادمان، خیابون درختی، خیابون سپهر، پلاک 81. یکی دیگه، شهرک غرب، بولوار دادمان، خیابون درختی، کوچه رضایی، پلاک 23. بازم شهرک غرب، خیابون سپهر، پلاک 101. تو قم، بولوار امین، خیابون ساحلی، یه ساختمان 4 طبقه 8 واحدی. اینا همه مال قاضی منوچهریه. تو اصفهان، مرداویج، ملا صدرا، کوچه 17، پلاک 201. الان آقای قاضی منوچهری بعد از اینکه رفیق قسمت دیگه یکی از مجتمع‌های دیگه دستگاه قضایی، باز برگشته به همون مجتمع قضایی قدس در شعبه مشخصی که من یادداشت کرده بودم، متاسفانه اینجا الان ندارم، خدمتتون خواهم گفت که در کدوم شعبه از آقای قاضی منوچهری. ولی بله، قاضی منوچهری وقت داریم، خیلی خوب، من باید بگم که این شخص در کجا
داره بله. قاضی منوچهری بعد از مجتمع قضایی قدس به شعبه 10-18 مجتمع قضایی ولیعصر در پارک شهر تهران رفت که پس از چند ماه هم از آنجا به شعبه 10-42 مجتمع قضایی قدوسی رفته است. الان در حال حاضر در شعبه 10-42 مجتمع قضایی قدوسی است. آقای قاضی رسول منوچهری که از طریق پاپوش درست کردن برای قاضی امینی که نمیخواست در باجگیری و رشوه گرفتن شریک رسول منوچهری حجت الاسلام رسول منوچهری بشه باعث شد که او بیفته زندان، الان حبس ابد در بند 8 زندان اربیل. خودش همچنان به کار قضاوت چاپیدن مردم، من دیگه وارد مسائل اخلاقیش نمیخوام بشم، شناسنامه خودش و زن دومش و بچه‌ای که 14 ماه بعد از 14 ماه قبل از اینکه ازدواج بکنه بچه به دنیا میاد با زن دومش، چیکار کنیم؟ میگن وقت نداریم، باید بریم پرده آخر. بریم. امین خالد بن ولید در یکی از جنگ‌ها هی به حضرت امیر طعنه می‌زد. آقا بهش فرمود خالد مؤدب باش. باز فایده نکرد. دوباره یه چیز دیگه گفت، بی‌ادبی کرد. حضرت بهش فرمودن خالد آدمت می‌کنم اگه درست نشی. باز آقا دید فایده نداره. راوی میگه آخه خالد هم خیلی گردن کلوف بود. از اون کسایی بود که میگفت من با یه ضربه ستونو می‌شکنم. اینقدر قوی بود. اما در مقابلش اسدالله و شیر خدا یه روباه ضعیف بود. حضرت پس کلش رو گرفت تو بیابون، کشوندش تا یه آسیاب. اومد تو آسیاب یه نگاه کرد امیرالمومنین تو این آسیاب، چیزی که میخواست به درد بخور پیدا نکرد. ستون فلزی که سنگ بزرگ آسیاب رو اون میچرخید، حضرت با یه دست اون ستون آهن رو کند از جا، دور گردن خالد بن ولید پیچید، گفت حالا برو. شب و روزگار خوش.